سلام. اونایی که از خیلی وقت پیش این صفحه رو دنبال میکنن لابد میدونن که حال و هوای کار ما چیه، ما کی هستیم، چیکار میکنیم و اینها. اما اگر شما جدید اومدید که خیلی خوش اومدید، بهتون بگم که سیتپور مدیا، این صفحه اینستاگرام ما، بخشی از یه پروژه خیلی بزرگ به اسم سیتپوره. سیتپور یک وبلاگ علمیه که ما یه 10 سالی هست توش مطلب می‌نویسیم و ما، منظورم آدمایی که عموما توی رشته علوم پایه تحصیل کردن، پژوهش کردن و هر از گاهی نیاز دارن راجع به یک چیزی باید بنویسن و ما مطلبشون رو منتشر کردیم. میتونید به سایت sitpur.org پست‌های مختلف ما رو بخونید و بیشتر با حال و هوای کاری ما آشنا بشید. کار ما خب یک جورایی میشه بگید ترویج علمه، ولی خب ترویج علم خیلی کلمه بزرگه، شما خیلی کار رو میتونید بکنید به اسم ترویج علم. اما عمده فعالیت ما اینه که راجع به علم بنویسیم، یعنی فضای حرفه‌ای علم رو توصیف کنیم. چون همیشه دوست داشتیم آدمایی که از بیرون به فیزیک نگاه میکنن و به طور خاص کلن علاقه‌مندن که بیان توی این حوزه، از دور که نگاه کنن یک حسی داشته باشن که اینجا چه خبره. چون اکثر آدم‌هایی که دارن از فیزیک و علم و پژوهش و دانشگاه حرف میزنن، یا معمولاً خیلی همه چیزو تخصصی و حرفه‌ای میگن، برای همین از بیرون نمیشه درکش کرد، یا اینکه با بزرگنمایی‌ها و اقراق‌های عجیب و غریب توصیفش میکنن. و از همه اینا بدتر اینکه یه آدم‌هایی که اصلا دانشگاهی نیستن میان راجع به این مسائل حرف میزنن و علتشون هم اینه که میخوان امرار معاش کنن، میخوان کسب و کار را بندازن. اینا عمده بلاگرهای اینستاگرام، اینها دکون باز میکنن، یعنی میان راجع به نوروساینس یه روز حرف میزنن، یه روز راجع به بیگ بنگ حرف میزنن، یه روز راجع به این حرف میزنن، یه روز راجع به اون حرف میزنن، فردا هوش مصنوعیه، پس فردا مثلا یه مسئله راجع به نجومه. علتش اینه که میخوان سر و صدا کنن، یه محیط خوشگل درست کنن و آخر سر جیب مردم رو خالی کنن. خب کاری نمیشه کرد در واقع جز این که ما بیایم اون کاری که فکر میکنیم درسته رو انجام بدیم، و اینه که چیزی که فکر میکنیم راه درستیه رو انجام بدیم. توی این 10 سال ما پست‌های مختلف نوشتیم راجع به فضای حرفه علم، وبلاگ نوشتیم، ویدیو درست کردیم، مصاحبه کردیم با آدم هایی که توی رشته ها و گرایش های مختلف از فیزیک مثلا تحصیل کردن، که بخشش رو میتونید توی همین صفحه ببینید، بخشش رو توی یوتیوب من ببینید. خلاصه اینکه تلاشمون این بوده که راجب چیزایی که بلدیم حرف بزنیم. حالا چی بلدیم؟ چیزهای مختلف، چون آدم هایی که این کار کردن چیزهای مختلف خوندن. یکی بوده مثلا نجوم خونده، راجب نجوم نوشته، یکی راجب فیزیک ماده چگال نوشته چون دکتر ماده چگال داشته، و علاوه بر اون مهارت‌های نوشتن داشته، بلد بوده خوب توضیح بده و منصف هم بوده. منصف بودن توی علم خیلی چیز مهمیه راستش، به خاطر اینکه وقتی شما یک واقعیتی رو از دنیای علم برای مردم عادی تعریف میکنید، نباید گولشون بزنید، نباید جوری تعریف کنید که مردم فکر کنند که واو بریم اینجا همه خبرها اینجاست. در صورتی خب گاهی از اوقات اینجوری نیست. مثال معروفش اینه که یک زمان این کلی پروژه بود راجع به اینکه ما ویدیوهای خوشگل درست کنیم راجع به کیهان شناسی، بیگ بنگ، راجع به جهان‌های موازی، و این ویدیوها پر بود از واقعیت‌های گمراه کننده، و وقتی آدم‌ها این ویدیوها رو می‌دیدن علاقمند می‌شدن به انجام علم، اما وقتی وارد علم می‌شدن می‌دیدن که علم خیلی سخت‌تر و زمخت‌تر و متفاوت‌تر از چیزی که دیدن. این کار درست نیست. خیلی از کتاب‌هایی هم که برای مردم عادی نوشته شدن، کتابی که اسمشون میگن پاپولار ساینس، هم ایدهشون همینه. مثلا آقای هاکینگ یک دانشمند بزرگ بود، کسی نمیتونه بگه که هاکینگ دانشمند بدی بود، ایشون خیلی دانشمند درجه یک و بزرگ بود. آقای هاکینگ وقتی اولین کتابشون نوشت که مردم الان همه میشناسنش، ایدهش این نبود که واقعا بریم یک کاری کنیم که مردم رو روشن کنیم. هاکینگ این کتاب رو نوشت چون به پولش نیاز داشت و هدف از نوشتن اون کتاب این بود که من میخوام پول در بیارم. برای همین هاکینگ کار در راه رضای خدا و نمیدونم خدمت به خلق و اینا نکرد. ما باید همیشه حواسمون باشه که وقتی داره یک کسی یک کالایی به ما میفروشه،
در ازاش چی میگیره. کتاب تاریخچه زمان قاعدتا کتاب خوبیه، ولی خب هزار و یک مشکل هم داره و بزرگترین مشکل کتاب‌های ترویجی اینه که اینها یک چیزهایی رو زیاد از حد ساده میکنه و راستش رو بخواید واقعا کار هر کسی نیست این کتاب‌ها رو بنویسه. من نویسنده‌های خیلی خیلی محدودی رو میشناسم که تونسته باشن یک مطلبی رو از فضای خیلی حرفه‌ای و فنی تقلیلش بدن به چیز قابل فهم برای عموم. و اکثر آدم‌هایی که این روزا کتاب می‌نویسن آدم‌هایی که می‌خوان پول در بیارن، آدم‌هایی که می‌خوان معروف بشن و این خیلی خطرناکه. این می‌تونه به تصمیم کسی که می‌خواد وارد اون رشته بشه اثر جدی بذاره. یعنی من اون موقعی که لیسانس فیزیک بودم می‌دیدم کلی از این بچه‌هایی که دوره‌های نجوم و آماتوری توی این مؤسسات مختلف و معمولاً مؤسسات ژیگول قسمت های مرفه شهرهای مختلف بودن میرفتن، یک هم میومدن توی فیزیک و همش میگفتن که نجوم فیزیک واو، و بعد از مدتی سرد میشدن، خسته میشدن، ناراحت میشدن و میدیدن اون چیزی که بهشون گفتن نیست. ولی خب اون فضا بعدا رفت سمت نوروساینس. الان نوروساینس خیلی هات تاپیکه، همه راجبش اظهار نظر میکنن، همه بلاگرها شدن نوروساینتیست. آدم واقعا تعجب میکنه اینا کی تونستن این همه چیز یاد بگیرن، کی تونستن ابعاد مختلف مسائل مغز رو بفهمن. خیلی عجیبه، من نمیفهم چطور کسی که یه دکترای فیزیک گرفته و فقط یه بخش ساده محاسباتی از نوروساینس رو میفهمه و هنوزم سنش به قدری نیست که تونسته باشه واقعا تجربه های زیادی توی این حوزه کسب کنه، میاد در راجبه کل حوزه نوروساینس اظهار نظر. خیلی دنیای ترسناکی. هوش مصنوعی هم همینطور، آدم ها میان راجع به هوش مصنوعی هی حرف میزنن هی، و خب متخصصش نیستن و همه اون فشاری که قبلا اینجور تبلیغات میورد روی رشته های دیگه مثل برق و مکانیک و عمران و اینا، الان داره میاد به این سمت که همه رو هول بدیم بیان سمت هوش مصنوعی. شاید واقعیت بعدی نباشه که مردم هوش مصنوعی باید یاد بگیرن، ولی اینکه ما خیلی مسائل رو خام دستانه داریم معرفی میکنیم، یعنی اکثر بلاگرها این کارو میکنن، این خطرهای جدی داره. علتش هم اینه که اون دلش نسوخته، کسی که داره توی این محیط ها فعالیت میکنه میخواد پول در بیاره و آدم برای پول در آوردن تا جایی که قانون دستشو باز گذاشته باشه خب هر کاری میکنه و قانون کسی رو متوقف نمیکنه که چرت و پرت میگه. خلاصه ما توی سیدپور توی این سالها سعی کردیم که صادقانه با مردم حرف بزنیم، صادقانه راجع به علم بنویسیم، بگیم آقا لیسانس فیزیک این شکلیه، باید اینا رو یاد بگیرید، بگیم اینجاش سخته، اونجاش بامزه است، اینجاش حال میده، اینجاش آدمو خسته میکنه، این چیزا توش ممکنه براتون هیجان داشته باشه، این چالش ها هست از لحاظ بازار کار فضاینه، و همینطور ادامه دادیم فوق لیسانس چه شکلیه، دکترا چه شکلیه، تا اونجایی که خودمون دیدیم و تجربه کردیم. مثلا ما توی سیدپور یه سری پست داریم راجع به فیزیک ماده چگال، کسایی اینو نوشتن که خب طرف دکترا ماده چگال داشته. راجع به اتم مولکولی یه پست نوشتیم وقتی طرف خب این کارو کرده. و به نظرم خیلی مهمه که آدم‌هایی راجع به چیزهایی حرف بزنن که اونا رو زندگی کرده، نه فقط دیدن. طبیعتاً ما هم بهتری نیستیم، طبیعتاً ما هم ممکن اشتباهایی کرده باشیم، ولی این ایده که ما نیومدیم اینجا که دکون باز کنیم، ما نیومدیم که اینجا از جیب شما، ما هیچ موقع توی سیدپور هیچ چیزی رو تبلیغ نکرد، تبلیغی که درآمدزایی داشته باشه نکردیم، شده باشه بگیم آقا فلان کنفرانس خوبه بچه ها برید، ولی هیچ موقع نشده من بیام بگم این دوره رو شرکت کنید، اینو ثبت نام کنید، اینها نه. و حرف آخرم اینه که اکثر این دوره‌هایی که امروز مد شده فقط به خاطر اینکه یه دیم خام پول در بیارن، اینکه هر روز اینکه آدم می‌بینه تو کانال رسمی مثلا انجمن فیزیک دانشگاه بهشتی میان تبلیغ می‌کنن دوره، یه سری دوره‌های عجیب غریب، واقعا هیچ چیزی به معنای درستی اونجا وجود نداره، همه چیز مبتذل شده انگار. اینکه ما توی نهاد دانشگاه که باید همه چیز درست پیش بره داریم کلاس کنکور تبلیغ میکنیم، این کار بعدی. امیدوارم خوب و خوش باشید و اینکه تابستون خوبی در روبروتون باشه.